با درود خدمت شما عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه در مورد هواشی و اتفاقاتی که در شهرداری تهران افتاده و قراردادی که به اصطلاح مخفیانه با شرکت چینی بسته شده و شرکت چینی که عملا در زمینه ساخت و ساز فعال بوده میخواستم به چند نکته اشاره کنم که اصلا ببینیم بازی ها از چه قراره البته ما این موضوع ها خیلی وقت در مورد صحبت کردیم ولی خب میخوایم مرور کنیم و اون الگوریتمی که پیش بینی کرده بودیم رو مقداری براتون باز کنیم که در به حال واقعیت اتفاقاتی در حال رخ دادنه ما گفتیم در حلقه بالایی نظم نوین یک سری اهدافی رو تعیین میکنه و نوچه های آن حالا در فرق نمیکنه در امریکا روسیه و جمهوری اسلامی تلاش میکنن برای پیاده سازی اون هدف خودشون به حال رأس کار باشن و مدیریت به آنها داده بشه وگرنه فرقی در نظم که قرار مثلا در جهان پیاده شه فرق نمیکنه دولت ترامپ باشه یا بایدن رئیسی باشه روحانی بر اساس مختزیات زبان و اون جوی که در جامعه حاکم هست تلاش میکنن افرادی رو رأس کار بیارن که بتوانن این برسوت الگوریتم رو به راحتی در اون جغرافیا پیاده سازی کنن ما گفتیم از یک سال پیش حمل و نقل ایران باید مدرن بشه به حال اتوبوس برقی تاکسی برقی را آهن باید به حال پیشرفت کنه و به پشتوانه این بتوانن بنزین رو به قیمت واقعیش برسونن و هر صورت در حال حاضر می‌بینیم که این هدف در حال جلو رفتن هست برای رسیدن به این هدف دو جریان مختلف برای اینکه بتونن بخور بخور داشته باشن تو اون بازی که براشون نوشته شده تلاش میکنن الگوریتم راه خودشون رو جلو ببرن از سمت به حال جپه زاکانی و ارزشی های ولایی تلاش شده با چین برسا قرارداد داد امضا بشه برای اتوبوس های برقی و نافگان و عملا اون الگوریتمی که در چین پیاده شده برای کنترل شهری ترانزیت شهری و مخصوصا اون دوربین هایی که نقش بسزایی رو در کنترل افراد در آینده بعد از بیسی ایفا خواهد کرد و جریان چپ که جریان نزدیک به جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب هستن و دستی در ایران خود رو و سایپا دارن و اونها هم تلاش میکنن برای اینکه سهم بیشتری در این بازی داشته باشن و پول بیشتری رو به جیب بزن تلاش میکنن که خود اتوبوس برقی رو خودشون در این عرصه فعال کنن اگر برایندها رو کنار هم بگذاریم ببینید هدف اینه که تهران باید سیستمش مدرن بشه ترانزیت بین شهری باید مدرن بشه همه چیز باید طبق سند بی سی جلو بره و نهایتا میبینیم در لایه های میانی اختلاف هستش برای همین موضوع هم هستش که میبینیم امسال مثلا یاشار سلطانی از یک طرف میاد پرونده رو نمایی میکنه علیه زاکانی از اونور تیم طرفدار عزیز جعفری میان علیه قالیباف پرونده رو نمایی میکنم و این برسا افشاگری ها برای رسیدن به رأس مدیریتی هستش که از سال 1404 رقم خواهد شد ما تا قبل از 1404 یک فرایند دیگه داریم که جمهوری اسلامی به این شکل باید اون رو تمام کنه فرایند بهینه‌سازی مالیات ها بودش که دیدیم عملا طی 5 سال گذشته دقیقا سیستم مالیات ایران مثل مالیات فرانسه شد یعنی از زمانی که مورگان شوستر به ایران اومده بود تا به امروز آنچنان قوانین مالیاتی دستاواگیری نداشتیم ولی سه چهار سال گذشته شروع کردم و عملا دیگر از سال پیش و مخصوصا از دی ماه 1402 سیستم مالیاتی ما یک سیستم مالیاتی مدرن شده و راه دور زدنش عملا غیر ممکن هست و در این سیستم مالیاتی قرار سرمایه های مردم رو به نحو و به رو روش های مختلف تصاحب کنند. چون ما در نظم نوین مالکیت خصوصی نداریم و باید سرمایه هایی رو که طی 40-50 سال گذشته در بازی که به عنوان به مالکیت شخصی و لیبرالیسم کپیتالیسم بود به مردم دادن در نظم نوین که مبتنی بر کمونیستی و کپیتالیستی هست گرفته بشه در این الگوریتم 75 تا 85 درصد جامعه باید کارمند و کارگر باشن و خیش فرمایی تبدیل میشه به کارمندی یعنی خیلی از شرکت هایی که توان مقابله با مرصورت این شرکت های بزرگ رو ندارن برسور از بین میرن یا بیکار میشن یا جذب این شرکت ها میشن نمونهش مثل این سرای ایرانیان که میبینیم که بازار امین حضور رو تقریبا تو تهران فلج کرده یا اسنپ که دیدیم اومد بازار آژانس و تاکسی ها رو فلج کرد و عملا داریم میبینیم اینها دارن یواش یواش تمام صنعت رو میخورن و الان تقریبا تو کسی نیست تو هر خانواده یک نفر به حال نشناسه که تو اسنپ کار کنه این یک بازی هستش که هدف گذاری شده و برای اجرای هدف این لاشخورهای ولایی دارن تلاش میکنن که بیشتر سهم سهم به حال خودشون رو بیشتر کنن از این بخور بخورها و نهایتا بتوانن و بعد برای ایران نوینی که بعد از خامنه ای قرار اجرا بشه دستی بر قدرت داشته باشن یعنی اگر بخوام خیلی آمیانه این رو بگم دارن تلاش میکنن که کدومشون پاچخار عزمای صاحبان جهان باشن که آقا بگن ما بیشتر نوکری شما رو میکنیم ما همه به صورت اه اهداف شما رو پیاده میکنید فقط بذارین ما باشیم این خلاصه مطلبی هستش که داریم میبینیم الان درگیری که مثلا گروهی میاد علیه زاکانی صحبت میکنه یا زاکانی میاد علیه گروه دیگه ای صحبت میکنه سر بخور بخوره سند بیسی در حال اجرا شدن تمام دوربین های امنیتی داره هر روز آپدیت میشه این بازی هجاب هم یک نو تست این دوربین های امنیتی و قبلا هم گفتم این یک بازی حکومت نظامی هستش برای تغییر و تحولاتی که حالا در یک برنامه براتون شهر خواهم داد که البته اینا قبلا هم گفتم شهر میدم که تغییر و تحولات در حال رخ دادن هستش و اگر منطقه رو نگاه بکنیم تقریبا یکی دو سال هستش که وارد فاز جدیدی شده و همه چیز داره مهیا میشه برای یک ایران نوین که به حال اختلاف نظر هست ایران به صورت دیکتاتوری به صورت نظامی اداره بشه یا به صورت یک جمهوری با احزاب مختلف به هر صورت درگیری میون این روش ها هست یعنی بحث تجزیه ایران حداقل تا سال 2030 فعلا وجود خارجی نداره و ایران به عنوان یک ابرقدرت در منطقه خاورمیانه باید نقش ایفا کنه و بتوانند به واسطه ایران به حال 85 میلیون جمعیت ایران هست جمعیت خلاقی هست بتوانند به واسطه تغییرات بنیادی در قلب خاورمیانه در کشوری که در قلب خاورمیانه هست بتونن کشورهایی مثل عربستان، امارات، قطر، عراق پاکستان رو هم تحت تاثیر قرار بدن برای همین داریم میبینیم که اینها به جان همدیگه افتادن از سال 1396 این بازی شروع شد و از سال 1402 عملا داره وارد یک فازی میشه که خالص سازی هر روز بیشتر و بیشتر میشه این چوپان به این نوچه های خودش گفته برای اینکه رأس قدرت باشیم باید این سند رو در به حال های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیاده کنید و هر کسی که توانست این پازی رو با تمام قدرت پیاده کنه اون رأس کار میمونه دقیقا مثل کسی که وایساده بیرون پول داده دو نفر همدیگه رو بزنن مثل مسابقه رینگ حالا یه طرف هست هر لابی زاکانی هست یکی لابی, عزیز جعفری هست لابی قالیباف هست لابی اصلاح طلب هست به هر صورت ایران پر شده از گادفادر هایی که برای منافع خودشون در جنگ و جدال هستن این یک خلاصه حال با زبان عادی و ساده در مورد اختلافاتی که در مورد شهرداری تهران طی این هفته گذشته رقم خورده